هجوم برای فرار از افغانستان. روزی که خبر رسید طالبان وارد کابل شدند، 15 اگست. صدای پای طالبان 2-3 ماه پیش از آن روز بیشتر و بلندتر از گذشته شنیده می شد و در این مدت داستان افغانستان دومینوی سقوط ولسوالی ها به دست جنگجویان طالبان. در سال 2017 انگشت شمار مناطقی در افغانستان در دست طالبان بود، اما 4 سال بعد و چند روز قبل از سقوط پهنه بسیار وسیع تری در دست این گروه بود، تقریبا تمام افغانستان. نیروهای امنیتی افغانستان پس از 2 دهن نبرد ولسوالی ها را یکی پی دیگری از دست دادند، در مواردی بدون جنگ. در 6 اگست با تصرف شهر زرنج ولایت نیمروز تصرفات طالبان وارد مرحله دیگری شد، اولین مرکز ولایتی که به دست آنها افتاد. این دست دادن و توافق صلح آمریکا و طالبان از دید بسیاری به ویژه افغان‌ها از عوامل عمده سقوط نظام در افغانستان دانسته می شود. توافق بر سر خروج نیروهای آمریکایی. به فکر ما اگر یک تصمیمی که بسیار زیاد تاثیرگذار بود همین بوده که کشیدن نیروهای آمریکایی در وقت و در فصل جنگ یک، دومی که قراردادی ها را بکشند در عین وقت، بسیار یک تاثیر عمیق سر روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند. هزاران افغان فراری از جنگ 2-3 ماه پیش از سقوط نظام از ولایت ها به کابل پناه برده بودند، نیازمند غذا و سرپناه. این بخش کوچکی از چهره بحران زده جنگ افغانستان در آن روزها بود، انسانهای درمانده جنگ. در 12 اگست این نیروها که دیگر حمایت نیروهای بین المللی را نداشتند، در شهر هرات نتوانستند در برابر طالبان دوام بیاورند و هرات سقوط کرد. اسماعیل خان که رهبری نیروهای مردمی را بر عهده داشت به اسارت طالبان درآمد. از روی این پل نقطه مرزی بین افغانستان و ازبکستان هم دو چهره مطرح ضد طالبان، مارشال دوستم و عطا محمد نور فرار کردند. 14 اگست بلخ هم سقوط کرد. خانه های مجلل مقام ها و سیاستمداران افغان به دست طالبان افتاد. رهبران سیاسی افغانستان جنگ را رها کردند و از کشور فرار کردند. ارتش افغانستان فرو پاشید و در مواردی حتی بدون اینکه به جنگ تسلیم شد. وقتی نظامیان افغان حاضر نیستند برای دفاع از خودشان به جنگند، سربازان آمریکایی نباید در چنین جنگی بمانند و کشته شوند. صبح روز 15 اگست، کابلی ها شنیدند طالبان پشت دروازه شهر رسیدند. مغازه ها بسته شد. سراسیمگی شهر را در بر گرفت. ادارات تعطیل شد. نظامی ها از پست هایشان فرار کردند. طالبان که جنگجویانشان پشت دروازه‌های شهر کابل رسیده بودند، اعلام کردند که نمی‌خواهند با زور وارد شوند. بعد از ظهر ساعت 3 اشرف غنی و رولا غنی همراه با 52 نفر از نزدیکانش با 3 هلیکوپتر از ارگ به سمت ازبکستان فرار کردند. رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی خبر فرار غنی را تایید کرد. او به همراه دیگر سیاستمداران مطرح تلاش کرده بودند آقای غنی استفاده دهد تا با حضور طالبان مکانیزم تقسیم قدرت شکل بگیرد. باور داشتیم که طالب به این فیصله اعتنایی نمیکنه و قبول نمیکنه، به خاطر از اینکه طالب در زمانی که 16 ولسوالی افغانستان در کنترلش بود مسئله صلح نمیپذیرفت، همه چیز رد کرد. از روز 15 اگست طالبان وارد کابل شدند. تلویزیون الجزیره به صورت زنده ورود آنها به ارگ ریاست جمهوری را نشان داد، جایی که صبح همان روز آخرین رئیس جمهوری افغانستان حضور داشت. ملا برادر معاون سیاسی طالبان از دوحه قطر پخش مستقیم پیروزیشان را نگاه می‌کرد. او ساعتی بعد پیروزیشان را فتح توصیف کرد و گفت توقع نداشتند این گونه موفق شوند. من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم که تا فرصت نیافتم تا چپلی هایم را از پاهایم بیرون کرده. محمد اشرف غنی 3 روز بعد از امارات گفت که فرارش برای جلوگیری از خونریزی در کابل بوده. او 4.5 ماه بعد از فرارش گفت که تنها اشتباهش به عنوان رئیس جمهوری اعتماد به شرکای بین المللی از جمله آمریکا بود. دونالد ترامپ
رئیس جمهوری پیشین آمریکا. We are a nation that surrendered in Afghanistan. ما ملت هستیم که در افغانستان تسلیم شدیم. جنازه های سربازان و شهروندان آمریکایی و بهترین تجهیزات نظامی در جهان به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا به جا گذاشتیم. 15 اگست فرودگاه کابل و افغان های مصمم به فرار. بیش از 150 هزار افغان بعد از سقوط نظام آواره جهان شدند. آنهایی هم که ماندند شاهد تکرار تاریخ شدند. حکومت طالبان که با 25 سال پیش چندان تغییری نکرده.